مقام های مختلف در ایران در موضوع نشر و تبلیغ آموزه های اسلام و مذهب شیعه با یکدیگر اختلاف نظر دارند در همین راستا آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی از علمای برجسته شهر مقدس قم طی سخنانی اعلام کرد که آموزه های اسلام و تشیع را به دیگران تحمیل نکنیم همکارم علی اکبری گزارش می دهد. آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی در آین رونمایی ترجمه فارسی دانشنامه امیرالمؤمنین المومنین علی ابن عوی طالب علیه السلام که در بیت آیت الله بروجردی علیه الرحمه در شهر مقدس قوم برگزار شد طی اظهاراتی گفت یکی از آثاری که در زمینه تاریخ اهل بیت علیه السلام بسیار ارزشمند است این دانشنامه است ما چنین آثاری در زمینه تاریخ اهل بیت علیه السلام نداشته ایم و این از خدمات حوزه علمی شهر مقدس نجف در سطح بین المللی و جهانی است. ایشان تاکید کرد مسئله ترجمه یکی از مشکلات مهم بوده و افرادی که میخواهند ترجمه کنند گاهی خیال می که همین مقدار دانش زبان که دارند کافی است. در حالی که برخی اصطلاحات خاص بوده و مترجم باید آن را درست بفهمد و بعد بتواند به زبان دیگری ترجمه کند. آیت الله علوی بروجردی مطرح کرد نوعا آثار شیعه که به غرب عرضه شده آثاری بوده که به زبان اصلی نوشته شده است ما علما مانند یک بچه تاجری هستیم که پدر خود را از دست داده و نمیداند که چگونه از مال پدر خود استفاده صحیح بکنند ما ثروتی که اهل بیت علیهم السلام بر ایمان گذاشتن را نتوانستیم استفاده کنیم تلخ در اینکه این ثروت این را به باد می دهیم و گاهی اوقات خطاکاری های خود را به امیر المومنین علیه السلام نسبت می دهیم. استاد حوزه علمی قوم خاطر نشان کرد ما در سفری که در مکه حضور داشتیم مشاهده کردیم و کار خود را تعطیل می کردن که دعای کمیل حضرت امیر را گوش دهند وی افزود ما باید اسلام و تشیع را به دیگران عرضه کنیم اما باید دقت کنیم که نمیتوانیم این آموزه ها را به کسی به اجبار تحمیل کنیم. آیت الله علوی بروجردی در پایان گفت به بیان جورج جرداغ مسیحی حضرت علی علیه السلام شخصیتی بود که بسیار مظلوم واقع شده و وقتی از او سوال شد که بین مسیح و علی علیه السلام کدام را ترجیح میدهی بیان کرد که اگر بگویم علی را مسیح پیامبرم است و نمیتوانم اگر بگویم مسیح را با عقل و منطق جور در نمیآید.